بهتر شده یعنی چی آلیس؟ یعنی همکاری با نظارت بر امور فرهنگی، همکاری با طرح عفاف و حجاب و اجرای قانون عفاف و حجاب به نظر میرسه که بهتر هست. مثلا وزیر کشور گفت که ما آماده اجرا هستیم و از این قبیل. اجرای مطلوب چه خصوصیتی باید داشته باشه؟ بله، ببین اجرای مطلوب مراحلی داره. اولا که باید توسط افراد آموزش دیده انجام بشه، افراد آموزش دیده. یه طرحی رو خود شهید مطهری در همون دو ماه و نیمی که در قید حیات بودن راجع به امر معروف و نهی از منکر داشتن. من ضمناً بعد عرض کنم که فکر میکنم حد اکثر 8 دقیقه تا پایان وقت امشب ما متاسفانه خیلی باشه. عرض کنم که ایشون در همون آغاز پیروز انقلاب اسلامی میگن که یک دایره‌ای به نام دایره امر معروف و نهی از منکر باید تشکیل بشه زیر نظر روحانیت، نه زیر نظر دولت، زیر نظر روحانیت، که هم بر امور دولت نظارت داره هم بر امور مردم و مصادیق امر معروف و نهی از منکر منحصر به حجاب و اینا نمیشه، منحصر به اصطلاح شامل خیلی مسائل میشه، شامل کم فروشی هم میشه، عرض کنم شامل رعایت نکردن بهداشت هم میشه، شامل رعایت نکردن مقررات راهنمایی رانندگی هم میشه، شامل آشغال ریختن از درون ماشین به بیرون هم میشه، شامل عرض کنم که دشنام های ناموسی هم میشه که کسی تو خیابون دشنام بده. ایشون میگه که یک چنین دایره‌ای باید تشکیل بشه تحت نظر روحانیت که هم بر دولت هم بر مردم نظارت داره و این کارم باید توسط افراد آموزش دیده انجام بشه، افرادی که این دوره رو دیده باشن، اصلا بدونن معروف چیه منکر چیه. و بعد هم به هر حال یک موادی رو اضافه میکنن. حالا من راجع به این داستان عفاف و حجاب معتقدم این کار باید توسط افراد آموزش دیده انجام بشه و فرضاً مستلزم مثلا بازداشت فرضاً یه خانومی هم بود، این کار باید به وسیله خانوم ها انجام بشه. اگر بناست این خانوم در جایی نگهداری بشه و در جایی باشه که صرفاً خانوم ها هستن و عرض کنم انصافاً الان هم خیلی از این مسئله رعایت میشه تصمیم انتظامی. خب گاهی هم رعایت نمیشده که بعد مفاسد دیگری داشته و میخوام بگم گاهی رعایت نمیشه. خب تو همین موارد هست، شما هر کاری بکنید کشتری با این وضعیت منظور اینه که منظور این است که گاهی توجه به این امور نبوده. میخوام بگم یک اجرای بسیار ظریف و ظریفی هست و به علاوه من میخوام بگم مسئله گشت و اینها مراحل بعدی است. من میخوام بگم اولین مراحل این است که خود دولت در ادارات دولتی مسئله رعایت بکنه و مثلا از ورود بی حجاب ها و حجاب هم از مرد و زن، ببینید گاهی آقایون هم با یه وضعی بیرون میان که اساسا این با عفاف جامعه سازگار نیست. خب او با او هم باید مبارزه مقابله بشه. وقتی که شما اجازه میدید مثلا یه خانومی با بلوز و شلوار با لباس تنگ به یک اداره دولتی وارد میشه، شما این حجاب رو به رسمیت میشناسید، میگه آقا بنده رفتم در دادگستری با همین لباس رفتم آمدم هیچ کم به ما هیچی نگفت، پس معلوم میشه دولت مخالفتی با این موضوع نداره. پس من میخوام بگم باید از ادارات دولتی شروع بشه، از اماکن دولتی شروع بشه و مسئله خیابانها مرحله بعدی است. بالاخره یه خانومی که از منزل میاد بیرون یا میخواد بره یک اداره دولتی یا میخواد بره بانک یا جای دیگری، بالاخره وقتی احساس کنه یه نظارتی هست رعایت میکنه. خیلی سخت گیری میکنید. نه این مهمه. ببینید ما خیلی روشنفکر شدیم متاسفانه. خیلی از ماها به مرور زمان روشنفکر شدیم و فکر میکنیم که همونطوری که مثلا میگیم بعد تفکر آزاد باشه، بیان آزاد باشه، این مثلا بعد آزاد باشه، در حالی که اینطور نیست. یک اصولگرای واقعی این است که همونطور که روی آزادی بیان تاکید میکنه، روی آزادی اندیشه تاکید میکنه، روی این مسائل هم روی آزاد نبودن. شما بخش قشنگ قضیه رو دارید میگید. خب نذاریم بیان. خب اینجوری بالاخره شما یه مرحله‌ای وارد میشید که بعضی ها به هیچ صورتی مستقیم نیستن، یعنی تعمد دارن در وضع جاری. خب بالاخره نه، به هر حال اونا وقتی احساس کنن دولت در این مسئله جدیه رعایت میکنن، ولی به هر حال در نهایت اشکال نداره، بالاخره یه چند درصدی هم دیگه کاری بر نمیاد. ولی مهم این است که در مجموع وضع جامعه یک وضع قابل قبولی باشه و الا حالا در یک کوچه یک کسی فرض کن با یک حجاب نامناسبی
رفت و که اصلا قابل نظارت هم نیست. خب اینو که دیگه منظور ما این نیست که بخوام در هر کوچه یه مأمور بذاریم، این طبیعی است که اینطور نیست. ما میگیم بالاخره یه نظارتی باشه که ما به اصطلاح سیل این قضیه به سمت سبک غربی نباشه، کم کم برسیم به جایی که اصلا دیگه نتونیم جلو شدیم. یا مثلا در سواحل دریا بالاخره یه نظارتی باید باشه، ما باید محل شنای خانوم ها رو آماده بکنیم، یعنی در همه جا محلی برای شنای خانوم ها مجزا باشه، برای آقایون باشه، اول این امکانات رو فراهم بکنیم. ببین آخه ما فراهم هم نمی کنیم، بعد میگیم آقا چرا با هم رفتیم. خب شما باید فراهم کنید. یا مثلا برای ورزش بانوان اماکن مجزا درست کنیم که اینا برن در اونجا اصلا بی حجاب برن بدوئن ورزش کنن، که بعد از این از اختلاط ها جلوگیری بشه. ما بعد امکانات رو فراهم کنیم، بعد یه نظارت دقیقی هم داشته باشیم. در حال میخوام بگم این که دولتی بگه آقا من هیچ اعتقادی به نظارت ندارم، این با حکم اسلام سازگار نیست. اون بخش از امر معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قدرته، این وظیفه دولت، این وظیفه مردم نیست. ولی مردم باید همیشه با هم دعوا کنن، این که نمیشه، کار دولت. خب ما رسما فکر می‌کنم چرا دیگه بیشتر وقت نداریم تا به لحظات بسیار مهم پخش فوتبال برسیم. مثلا یه بخش کوتاهی رو ببینید، ظاهرا بخش دیگری از بیانات فکر می‌کنم حسن امام هست. بعد ببینیم، بازگردیم ببینیم چه باید بکنیم. همین خواهرها که ریختن در خیابان‌ها و در مقابل توپ و تانک تظاهر کردند و مشت گره کردند، اینها مردها را قدرتشون را دوچندان کرد. وقتی مردها ببینند که خانمها آمدند در مقابل توپ و تانک، اونها بیشتر اقدام میکنند. و ما دیدیم که خواهرها در این نهضت یک سهم بسیار بزرگ داشتند و در طول این نهضت تا حالا که در غیاب رژیم سابقه است، می‌بینیم که خانم‌ها در همه مسائل شرکت دارند. در قضیه پاکسازی، قضیه جهاد سازندگی، در همه این امور فعالانه شرکت میکنند و آزادانه. این مال اون زمان و این زمان که تفصیلش را شما میدانید و محتاج به بیان نیست. شبتون بخیر باشه. ما با برنامه دیروز امروز فردا بحث مسئله حجاب و پوشش و عفاف رو مطرح کردیم با حضور آقای دکتر علی مطهری و واکاوی کردیم مسئله رو در اندیشه استاد شهید مرتضی مطهری. آقای دکتر مطهری، مد شده یه جستی فضای حتی سیاسیون ما، علاوه بر روشن فکرهای ما که تکلیف معلومه در 150 سال اخیر چجوری حرف زدن راجع به زن، اون هم این که میگن که برای اصلاح چهره جمهوری اسلامی ما بهتره دستکاری بکنیم بعضی از قوانین ارث و دیه و وضعیت حجاب و پوشش. و اخیراً هم یه دختر خانومی بحث نمیدونم چند همسری و اینها رو هم زیر سوال بردن، بعضی از قوانین مسلم قرآن رو هم زیر سوال. این چجوریه؟ بالاخره این یه ایده است که ما اصلاح بکنیم چه جمهوری اسلامی رو، و خیلی هم جدی این رو بحث می‌کنن. بله، ببینید این یک مشکلی است که حتی قبل از انقلاب هم در بین بعضی از انقلابیون مطرح بود. یک نوع خودباختگی نسبت به مارکسیسم داشتن و می‌خواستن که احکام اسلام رو منطبق بکنن با مارکسیسم. لذا می‌گفتن که مثلا اسلام هم مالکیت خصوصی رو قبول نداره، بلکه منشأ استثمار هست، همون حرفی که مارکسیستا می‌گفتن. یا اینکه مثلا در اسلام هم اقتصاد زیربنای تحولات اجتماعی است، چون مثلا حدیث داریم که من لا معاش الله لا معاد الله و از این قبیل. این خودباختگی ها در اون دوره هم بود، امروز هم به شکل دیگر هست. خود شهید مطهری اتفاقا این رو به عنوان یکی از آفات نهضت نام میبرن که در آینده ما احتمالا با این گونه مسائل مواجه خواهیم شد، و تحت عنوان تجربه